یک مزیت دوران کودکی برای من داشت این بود که پدرم یک کتابخونه خیلی خوب داشت تو خونه و کتاب جنایات و مکافات آقای داستایفسکی رو همون در کودکی میاد بگم خوندم، مثلا تو واقعا 9 سالگی خوندم. خب خیلی چیز بود برام، عجیب بود. بعد هم سعی کردم خودم یه چیزایی بنویسم. به خاطر همین یادم که یک دوره زنگ انشا برای من بهترین درس بود تو دبیرستان و مدرسه و اینها. قصه می نوشتم، هر چیز می نوشتم، برای این کلاس بود و همینجا شد که دیگه از اون کلاس هم در اومد، برای خودم شد. اینکه چرا جذب کودک شدم، ببینید دوباره گفتم اتفاقی همه چیز برای مادیات ایران این بوده که خب مثلا همون تو انقلاب فرهنگی من یک شهرستانی که اونجا جذب مرکز تلویزیون اونجا شدم و اونها نیاز به برنامه کودک داشتن. خود به خود وقتی وارد زندگی کودکان میشیم یک دغدغه‌ای نسبت به این بچه‌ها پیدا می‌کنه، اونم واسه بچه‌هایی که بعد از این انقلاب هیچی نداره، همه چیز نابود شده و هیچی ندارن. من باید برم. آخه چه جوری می‌خوای بری؟ تو که راه بلد نیستی. به دختر بی‌نازنینی بره. جنگ تازه تموم شده و رنگ از تو نقاشی های بچه ها رفته و اصلا بچه ها یک جوری دیگه شدن و الان نیاز دارم به فیلم، به فیلم خاص کودکان که رنگی باشه، رنگ و رنگ باشه، پر از حس و حال باشه، حس و حال کودکی باشه و رقص و آواز داشته باشه، بچه ها رو یاد خودشون بندازن، این بچه از اون احساس ناامنی در بیاد. شادیم زرنج و غم آزاد، روزا دیگه سپیدم، چپ و پر از امیدم. خواهر یه عمره که این جاده همه چیش با قاعده بوده. من بی قاعدش کردم حاج آقا. عجب جاده شما. این تو هر کجایی که میخوایم کار کنین اول فکر میکنین مخاطب کیه، تو همه فیلم این هست. چی باب نیست حاج آقا؟ این که یه زن آشپزی کنه، اگه آشپزی نکنه چه کار کنه؟ حرف آشپزی نیست، اینجا هیچ وقت زن قهوه‌چی نبوده خواهر. مخاطب کیست؟ خودش ما رو راه نمایی میکنه که منو چجوری بسازید. داریم فیلمی برای کودکه، فکر میکنم خب باید الان زبانی رو انتخاب کنیم که کودک بفهمه، کودک خوشش بیاد. و وقتی که میگیم خب الان مخاطبش دیگه کودک نیست، خانواده است، میگیم خب الان اینجوریه، پس باید با این زبان صحبت کنیم. به خاطر همین کافه ترانزیت هم همینجور بود، این سخت نبود. من چند تا آدم داشتم دلم می‌خواست اونا رو تعریف کنم، در دقیقی داشتم دلم می‌خواست اون رو تعریف کنم. دنبال چیه؟ اشتوتی اشش میسته کده بایا مگلا سپاکوی نجید. همینجوری یه چیزی میپرانه، میگه دنبال زندگی، یه جایی که بتونه راحت زندگی کنه. بله بفرمایید. اونو ببخشید، تو خانم آورد چیز دخترت فارغ شده، یه نگفت چیه؟ چیه دنیا آوردی؟ بری بپرسی ببخشید. چیزی بهتون نگفتم؟ یه نگفت چیه؟ دایره طرح خود آقای پناهی بود، اونقدر با قصهش راحت بودم که خیلی زود نوشته شد. معمولا کارای من یکم طول میکشه. تبریک میگم دختری، دختر نازم هست. بله. آخر یه سنوگرافی کردم، تو ترترابی بهم گفته پسره، پیش میاد که اینا گفتن چیز خانواده شدن چه بلا بی سرش بر طلاقش میاد چون پسر میخواد بلا بی سر دختر میخواد. دایره البته یک چیز نوعی که برای خودم اون موقع داشتیم که قهرمانش ثابت نبود، یعنی هر قسمتش یه قهرمان پیدا میکرد ولی همه تو در دوم یه داستان بودن. ببخشید خانم، دوزاری یا پنجزاری دارین؟ اگه میخوایم فیلم خوبی باشه باید یک جسارتی توش باشه، باید جسور باشیم تو اون و این اونو داشت. خب نه رایج نبود اصلا و سختیش هم همین بود که چطوری میتونیم اینو ادامه بدیم و این چهارتا رو چجوری پیش ببریم که لطمه به هم نزنن، ضمن این که کشش خودش داشته باشه و تعلیق رو به وجود بیاره. الهام من چی کار کنم؟ به خدا نمیدونم، من هیچ کس رو نمیشناسم. این همه دکتر کی قبول میکنه؟ خودت بهتر میدونی. بچه 4 ماهه، اونم زایمان اول،
بی شناسنامه پدر، بی رضایت نامه، کی قبول میکنه پری؟ با شوهرت. آقای پناهی تماس گرفت گفت کی میایم، من میخوام کار کنم و اینها. خب دوران بحران سخت آقای پناهی هم خب همون موقع بود دیگه، اینکه هیچ اجازه ندارن، مجوز خروج ندارن، ساخت فیلم ندارن. دلم میخواست کار کنه، یعنی همه همون دلم میخواد کار کنه. گفت یه طرح دارم، خوندم و اینها، پیشنهادهای خودم رو دادم و ایشون خواستن که خودم ادامه بدم فیلم نامه رو. و دنبال یه بازیگر بودم برای نقش نویسنده‌ای که تو اون وجود داشت. خب خیلی هم میترسیدن دیگه، به خاطر اینکه خب ما اگه تو این فیلم کار کنیم دیگه ممنوع کاریم و اینا. میخواستم این به بازیگرهای ایرانی مقیم خارج از کشور فکر میکنیم. خیلی کار سخت شده بود. که یک روز خودم پیشنهاد دادم که آقای چیز میخوای خودم بازی کنم. گفت اگه میشه بیای خیلی خوب میشه و اینا. که گفتیم باشه، فقط چون میباشت واقعا داشتیم زمان از دست میدادیم. گفتم باشه من بازی میکنم، فقط باید بریم اول سگه رو بگیریم. یه یک ماه تا زمان فیلم برداری شروع بشه با من داشت زندگی میکرد سگه. رفتیم شمال ویلای خود آقای پناهی و پرده ها رو بستیم و یواشکی اونجا شروع کردیم به کار. آقای پناهی خودش هم مونتاژ میکردن که بعد مونتاژ هم فرستادیم و اولین جایی هم که رفت همین برلین بود که اونجا هم تونست موفقیت هایی کسب کنه و دیده بشه خوشبختانه. این امیدواریم، واقعا امیدواریم، همه فکر میکنیم این خواهد اومد. جوانای جسوری که مقلد نیستن ولی نگاهی دارن و به نگاهشون اعتقاد دارن، به تفکرشون، به اندیشهشون اعتقاد دارن و شروع میکنن به مطرح کردن آن. که موقع نجات سینماست از یک بحرانی که الان گریبانشو گرفته.